سلام و خوش آمدین به این ویدیو نو ما. امروز دوستا این ویدیو ما کاملا متفاوت است به خاطر از اینکه در داخل ویدیو امروزی ما کدام تکنیک یا هم ترفند نو نداریم. در کل میخواییم یک ویدیو خودمانی و یک ویدیو دوستانه داشته باشیم. معمولا یوتیوبرها و کانتنت کریترهای مختلف از شکل ویدیو ها جور میکنن. ما هم دیدیم که دوستا سوالات بسیار زیاد دارن، معمولا هم در کامنت ها استفاده میکنن. یک کوشن باکس را من در داخل اینستاگرام و همچنان یک کمیتی پست را در داخل یوتیوب گذاشتم و از شما دوستا خواستم که هر چقدر سوالاتی که دارین یا هر سوال در مورد مدارین میخواین برتون جوابش بتون بده، در اون قسمت نوشته بکنین، من در داخل یک ویدیو جواب همش براتون میدم. دیگه امروز نوبت از امروز است. اگر دوست دارین معلومات بیشتر در مورد خودم دریافت بکنین، حتما تا آخر ویدیو ما را همراهی بکنین و در داخل کانال ما اگر جدید هستین و محتواهایی را که ما میسازیم خوشتون میاد یا هم دوست دارین عزیز اپ محتواها را، سابسکرایب میتونین بکنین کانال ما را، لایک هم میتونین ویدیو ما را بکنین. فیسبوک و اینستاگرام هم در قسمت های بالا است، میتونین که فالو بکنین در اون قسمت. خب بیاین که بریم به طرف سوالات و ببینیم که چه چیزا پرسان شده است به شما. گفتیم ما در دو قسمت کوشن باکس گذاشته بودیم، هم در داخل اینستاگرام و هم در داخل یوتیوب. ما سوالاتشون را جمع‌آوری کردیم در داخل یک لیست در داخل موبایل، ولی فردی که یا شخصی که سوال به پرسیده نامش نصب شم کدوارد شده. ما سوالات را میخوانم دیگه. کسایی که سوال پرسیدن حتما میفهمند که سوالشان بوده در داخل لیست ما و ما جوابش دادیم. خب یک از دوستان ما در قدم اول سوال کرده، گفته که یک توضیح کامل از خودت بده و خوب است که در اول ویدیو نمیره بگویم. خب اگر یک توضیح کامل از خود بخوایم براتون بدم، نام وارث است. معمولا دوستا همگی با نام وارث میشناسن. من نام مکمل ما احمد وارث هوشمند است، از ولایت پروان هستیم، پروان افغانستان، و فعلا هم در کابل زندگی میکنیم. رشته تحصیلی هم که دوست دارم بی بی است، بی بی فایننس. دیگه یه مست توضیح کامل از خودم. خب بریم به طرف سوال دومی. یکی از دوستای دیگه ما سوال پرسیده که چطور وقت میشه در یوتیوب هستی و پولش چطور است؟ دوستا مدت زمان را که ما یوتیوب کانال خود را آغاز کردیم برنگرده به سال قبلی، یعنی تقریبا یک سال میشه که ما در داخل یوتیوب ویدیو میسازم، ولی نه به صورت نرمال و به صورت دوامدار. ولی اگر شما بخواین از استارتش بفهمین برنگرده به یک سال پیش که ما کانال خود را جور کردیم و در قدم اول ویدیوها را آماده میساختیم. حداقل در ماه اول یادم است که ما فکر کنم دو ویدیو داشتیم در یک ماه اول خود، و بعدش هم چون مصروف بودم هم به درس ها و هم به وظیفه‌ای که داشتم و هم به کارهای دیگه نرمال فعالیت نمی کردیم. معمولا در ماه 4-5 ویدیو یا هم حداقل بالاترش تا 10 ویدیو را هم حتی در یک ماه داشتیم، و بعض اوقات هم کانال ما کاملا فعالیت نمی داشتیم روش یکی دو سه هفته ای را، و حتی یکی دو سه هفته هم به خاطر استرایک هایی که از طرف یوتیوب دریافت کردیم بند بود کانال ما و نمی تونستیم فعالیت بکنیم. خب این بود از شروع فعالیت ما. و دیگه سوال اونی بوده که کسی یوتیوب چطور است. اگر شما در قدم اول بخواین بیاین در داخل یوتیوب و به خاطر پولش شما کار را آغاز بکنین، خب مطمئناً یه شما من حیث یک شوق بر خودتون نگرفتین، من حیث ازی گرفتین که ما یک درآمد داشته باشیم. خب درست است یوتیوب جایی است که شما میتونین ازش درآمد هم داشته باشین، میتونین که گپایتون هم بر افراد مختلف بزنین، ولی در کل کوشش بکنین که در قدم اول شوق داشته باشین به خاطر ساختن ویدیو، به خاطر ادیت کردن، به خاطر ازی که گپایتون رو بتونین برسونین بر یک شخص دیگه و پیش روی کمره استاد شوین یا هم بشینین صحبت بکنین. این شوق رو داشته باشین، بعدنش هم پولش هایست هایست خودش به طرف دار میاد. در کل اگر در مورد پول یوتیوب صحبت بکنیم، پول بسیار خوب را براتون میده. نظر به فعالیتی است که شما میداشته باشین، نظر به ویو است که شما دریافت میکنین، و این پول هم مربوط به یک ویدیو شما نمیشه. در طول زمین یک ماه هر چقدر ویو را که میداشته باشین، درآمدتان از روی ازو براتون محاسبه میشه. خب بریم در سوال دومی. سوال سومی. یکی از دوستان دیگه ما سوال کرده که خب سرگرمی ما معمولا گیم بازی کردن است. معمولا من گیم بازی میکنم و سرگرمی خاص دیگه ام چرخیدن در داخل خود یوتیوب است. میریم از یوتیوبرهای دیگه هم ویدیوهاشون رو تماشا میکنم، ویدیوهای مربوط به ادیت رو تماشا میکنم، ویدیوهای مربوط به سرگرمی و فان رو تماشا میکنم، یوتیوبرهای خارجی ویدیوهاشون رو میبینم. در کل سرگرمیم یا هم گیم بازی کردن است یا هم چرخیدن در داخل یوتیوب و یاد گرفتن از یوتیوب. ولی مطالعه اگر بخواین بگین از داخل کتاب و ورق اینا مطالعه نمیکنم. معمولا معلومات هایی که دریافت میکنم همش یا از طریق اینترنت است و یا هم یوتیوب. سوال دیگه که پرسان شده ای است که به جز یوتیوب دیگه چیکارا میکنیم.
خب برای فعلا کدام کار خاص دیگه ندارم، فقط سرگرمیم و کارم و همه چیزم فعلا یوتیوب است که فعالیت ما هم بسیار زیاد شده در داخل یوتیوب. هر روز ویدیو داریم، دیلی اپلود میکنیم. ولی قبلش اگر براتون بگویم، من خودم تدریس میکردم مدت 3 سال یا کمتر یا بیشتر انگلش و کمپیوتر تدریس کردیم. برای رامی از هم من خودم پنتون میخواندم، بخش بی بی ای که در اول ویدیو هم براتون گفتم که به دلایل مختلف دیگه فعلا در تحصیل فیز شدن ادامهش نمیدم. ولی قبل از یوتیوب یا هم بجز از یوتیوب اینی کارها را قبلا انجام میدادم، ولی برای فعلا در داخل روز مشغول ساختن ویدیوها و ادیت کردن ویدیوها و معلومات گرفتن در مورد ویدیوهای تکنیکی و ادیت و همینا دیگه سرگرمیم در کل همین شده. یک از دوستای دیگه ما هم سوال پرسیده که چگونه میتونیم فالوورها رو زیاد بکنیم در داخل اینستاگرام یا هم در داخل تیک تاک. نمیخواست این سوال بگون جانم در داخل از ویدیو، ولی به خاطر اینکه زیاد درخواست شده بود مجبور شدیم که ما ایدم در داخل از ویدیو خود بسازیم. خب در کل دوستان، هم در داخل به خاطر اینستاگرام، هم به خاطر تیک تاک و هم به خاطر فیس فالوورای فیسبوک، اینا همیشه ما ویدیوهای قبلی داشتیم که لینکاشون براتون میاد قسمت های بالا، هم در داخل کانال در داخل پلی لیست ها وجود داره، میتونین تماشاش بکنین. ولی در کل به نظر شخصی من کوشش نکنین زیاد برین به طرف چیزهایی که فیک هستن یا چیزهایی که جعلی هستن، چون اگر شما فالوور هم زیاد بسازین در داخل اینستاگرام در قسمت پروفایل داشته باشه 30K، ولی اگر شما 3 عدد ویور هم نداشته باشین اون 30K فقط یک نمبر است. یا هم در داخل تیک تاک اگر شما 100 میلیون ویو هم داشته باشین اون فقط یک نمبر است، ولی از شخصی نمیخواد شما را ببینه، هم شخصی نیست که اصلا واقعا به خاطر خودتون اومده باشه ویدیوتون رو دیده باشه. یا هم در داخل یوتیوب بعد از دوستان میرن سابسکرایبر فیک بر خود میگیرن یا ویو فیک بر خود میگیرن، اینا اصلا ارزشش هم نداره، ولی چون درخواست زیاد میشه ما مجبور هستیم که ویدیوش براتون بسازیم. خب فالوور زیاد کردن فالوور هم ویدیوش ساختیم در داخل کانال ما هست، میتونید که برین تماشاش بکنید. ولی در کل به نظر شخصی من همین است که شما از خود باید پیش برین و هر چقدر ویو که میگیرین یا هر چقدر سابسکرایبری که میگیرین، لایکی که میگیرین در داخل یوتیوب اگر باشه یا اینستاگرام یا هر پلتفرم دیگه که شما فعالیت دارین، اما اوریجینالش بسیار خوب است. مثلا ویدیو ما یک مقدار از ویدیوی ما هم ریکارد نشده بود، کامری ما آف شده، ویدیو هم ریکارد نشده. خب برس بدنش یا به سوال قبلی رو دادیم بریم به طرف سوال بعدی. یک از دوستای دیگه ما سوال کرده که با چه تجهیزات یوتیوب را استارت کردی و حالا چه چیزهایی داری؟ دوستا اگر شما ویدیوهای اول ما رو برین تماشا بکنین، ویدیوهای اول ما اصلا ما هیچ تجهیزات نداریم به جز از موبایل که فعلا در دست ما است. همین موبایل را داشتیم و یک هدفون بسیار ساده دیگه، اصلا هیچ چیزی را ما نداشتیم و در داخل کانال هم تو بسیار از صفر آغاز کردیم. و این خوب هم است که شما از صفر استارت بکنین کارتون را، چون اگر بعدنش شما هم زود به نتیجه مطلوبی که میخواین نرسین و قدر هم زیاد عامیانش براتون بگویم دلتون درد نمیکنه، بسیار نرمال هم میتونین که کوشش بکنین و پیش برین و با همین فعالیت هایی را که در داخل یوتیوب انجام میتین، با این همی درآمد را که میتونین باز بعدنها دریافت بکنین، از همی درآمد میتونین دوباره پس رو یوتیوبتون مصرف بکنین و کوالیتی کارتون را کم کم میتونین که ببرین بالاتر. خب اگر من از خودم براتون بگم، در قدم اول هیچ چیز نداشتیم، حتی لایتی که فعلا ولایت دو طرف خود داریم لایت را نداشتیم، حتی پرده سبز یا هم گرین لایت گرین اسکرین را که شما در قسمت عقب ما میبینید اینا هم اصلا نداشتیم. خلاصه از هیچ از صفر شروع کردیم و برای فعلا هم قدر تجهیزات بسیار بالا و خوب زیاد نداریم، حتی اگر بگویم از قبیل مایک و کامرا و اینا، ولی کوشش میکنیم که کم کم ببریم کوالیتی خود را بالاتر. ولی اگر شما میخواین یوتیوب آغاز بکنین، کوشش بکنین که از همون لوازم و وسایلی که در دست دارین از همون آغاز بکنین، نه اینکه برین خریداری های بسیار مختلف زیاد را بکنین و زود نتیجه عملش نگیرین و بعدا همه از اینا هم حیف شوه و شما نتونین که فعالیتتون درست پیش ببرین. اگر از صفر آغاز بکنین به نظرم بسیار خوب است. بریم طرف سوال بعدی. یک دوست دیگه ما سوال کرده که بخن چیزی که میخوای برسی برام بگو. خب دوستان، هم اگه زیاد از خواهشات زیاد را میداشته باشن در داخل زندگی خود یا هم آرزوهای زیاد را میداشته باشن که برش برسن، ولی اگر شخصا خودم را بگوین، من میخوایم در زندگی خود موفق باشم. یکی از مهمترین آرزوهای من که در زندگی است موفق بودن است، چی در عرصه زندگی یا همچی در داخل فعالیت را که انجام میدم، در موضوع کار، درس، تحصیل، همه چیز در کل من آرزوی را که همیشه دارم و خواست را که همیشه دارم موفقیت است. فقط آرزوی من است به هم عرصه ها. یک سوال دیگه هم که دوستا پرسان کردنی است که روزانه چند ساعت مصروف یوتیوب هستیم؟ و قسمه که قبلا براتون گفتم فعالیت ما قدر زیاد نبود در داخل یوتیوب، معمولا روزانه یا هم هفته وار اگر براتون بگم خوبتر میشه، چون فعالیت کمتر بود. هفته وار ما
یکی الا دروز ریکارد میکردیم ویدیوهای خود را و در طول روز هم همینا را ادیتش انجام میدادیم. خب من چون قبلا وقت کم داشتم گفتم قبلا از طرف روز مصروف وظیفه خود می بودم و مصروف درس خود می بودم، فقط شب را داشتم. از این طرف شب روزانه حداقل یک ساعت یا هم حدود دو ساعت را من کار میکردم در روی یوتیوب خود و به مخاطر یا به دلیل فعالیت ما هم کمتر بود. ولی اگر فعلا در نظر بگیرین ما روزانه ریکاردینگ هر روز می داشته باشیم، ویدیو ریکارد میکنیم، هر روز ادیت هم انجام میدیم و هر روز آپلود هم میکنیم. یعنی خلاصه همین پروسه ریکارد کردن در اول اگر بگیم پروسه دریافت کردن کانتنت یا همون ویدیو، بعدش هم ریکارد کردن، بعدش ادیت کردن، بعدش آپلود کردن با سرعت اینترنت بسیار بالایی هم که ما فعلا داریم، همه این نمیاد. در کل حدودا روزانه 6 ساعت الی 5 ساعت در بر میگیره. خب اگر کار شما هر چقدر تیزتر باشه، در ادیت دستان تیز باشه یا هم ریکارد کردن تو روز انجام بدین، اینا میتونن که یزی هم کرده کمتر بسازن. چه ولی بسات نرمال اگر رفتن بگم حدود 5 الی 7 ساعت را حتما به یوتیوب فعلا کار بده. یک از دوستان دیگه هم سوال کرده که خب من خواستار زیاد از این هستم که بدون سفر بکنم به یک از کشورهای خارجی، چون من زیاد از اهداف را که دارم و زیاد از اهداف را که برای خود سنجیده ما پلان کردیم میتونم که به بسیار آسانی و زودی در یک از کشورهای دیگه برش برسم. ولی بسیار دوست دارم که برم به یک از کشورهای اروپایی یا هم یک از کشورهای آمریکایی. دیگه نمیخوایم نام دقیق بگیرم، چون خب در کل اگر زمینه مساعد شد حتما میخوایم که به یک کشور دیگه مهاجرت بکنم، یا کشور اروپایی یا هم کشور آمریکایی، چون بدانیم هم درس خود را خوب تر بخونیم، کوالیتی کار خود را هم بدانیم بالا در بسازیم و در کل پیشرفت ما دبل تریپل میشه اونجا دیگه. خب دوستایی هم بود سوالات را که شما پرسیده بودین، بعضی سوالاتم که تکراری بود زیاد نخواستم که بریم به طرف از اونها. دیگه نه فهم ویدیو رقمی اومده، ویدیو جالب است یا هم ویدیو زیاد خسکان شدن، شاید ریکاردش ویدیو بسیار زیاد شده باشه، ولی میخوایم حدود 8 دقیقه الی 10 دقیقه ویدیو رو براتون آماده بسازم که شما هم خسته نشین و بتونین که یک معلومات رو هم در مورد ما داشته باشین. دیگه اگر بازم کدوم سوال دیگه ای دارین که ما در داخل از ما کدوم سوال دیگه ای دارین که ما در داخل از این ویدیو براتون جوابش نگفتیم، حتما کامنت بگذارین. ما در داخل از کامنت ها سوالات دیگه ای که می داشته باشین حتما براتون جواب میدم. دیگه بازم ازتون تشکری میکنم به خاطر اینکه من این ویدیوها رو تماشا میکنین، گرچه بر فعلا مقدار ویو ما بسیار پایان است نسبت به اینکه ما فعالیتی که کردیم نسبتا پایین تر است، ولی هیچ گپ نیست، چون ما فعالیت های ما منظم نبوده، فعالیت های ما بوده و دوباره پس کنسل شده و پس شروع شده و پس توقف پیدا کرده و به این شکلی متواتر و دوامدار نبوده به دلیل از این موضوع. ولی یعنی هر چقدر افراد که می باشن، اگر 100 می باشه، 50 می باشه، 10000 می باشه، 1000 می باشه، هر چقدر که می باشه، همه از این اشخاصی هستند که میان وقت میگذارن و ویدیو رو تماشا میکنن. اگر من حداقل یک ویور هم داشته باشم ویدیو رو آماده میسازم، اگر 100 ویور هم داشته باشم نیازو بالاتر بازم ویدیو خود آماده میسازم. و نیاز به کامنت های بسیار خوب شما است که شما باید انرژی بدین، حمایت بکنین و بگوین که چه شکل ویدیوها رو میخواین که ما براتون ویدیوش آماده بسازیم. فکر کنم ویدیو زیاد طولانی شد، نه فهم ویدیو شاید خوب شده باشه یا خراب شده باشه. دیگه نظراتتون در مورد این ویدیو هم میتونین نوشته بکنین و به زودی منتظر ویدیوهای دیگه ما باشین، نوتیفیکیشن هم آن بذارین، چون هر شب ساعت 9 شب به وقت افغانستان ویدیو آپلود میشه. دیگه وقتتون خوش.